سلام و وقت شما بخیر شما بیننده دیزیر از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک روز گذاشته به دلیل بیماری در زندان بگرام در ولایت پروان درگذشته است غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع گفت که آقای فرنود روز گذشته به دلیل حمله قلبی درگذشته و جنازه اوکنون برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و اینجا برای بحث بیشتر عبدالقادر جیرانی آقای مسئله اقتصادی با ما هستن آقای جلانی سلام بر شما و هم خوش آمدید سلامت باشید آقای جلانی دقیقاً قضیه کابل بانک از دید شما تا فعلا دقیقاً چگونه پیش رفته قضیه کابل بانک در سکتور بانکی افغانستان یک بحران بزرگ بوده و حتی که به همین اساس که یک مشکل بزرگ داشته حته کومګههای جامعه جهانی د بلوچستان مشروع شد از د سنمی کابل بانک د قضیه کابل بانک حدودا 900 میلون ډالر حیفو ماید صورت گرفت او به شکلی غیر قانونی بیرون از کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفت و, و جیدادها خریده شد و پول وسیل قطر رفت و د تقریبا 21 تا سین نفر متهم متهم بود که باید پاسخ می گفتن به با مردم باید پول پولی را که گرفته بودن او را پس بازگشت میکردند، به با بانک تاویل میکردند. ولی هیچ کسی کاری را نکرد و مسئولیت مسئولیت تنظیم و مثلا نظارت از امور بانکی ای یک یکی از مسئولیت های عمده بانک مرکزی به شمار می رود اما متاسفانه در آن وقتی که آقای فطرت رئیس بانک بود از ای مسئله و از ای ورشکست شدن کابل بانک خبرم داشت ول هیچ اجراعات نکرد و مه فکر میکنم که شاید در ای قذیه دست داشته بخاطر ازی ای قذیه ره همیتو ادامه داشت و هیچ کسی ره خبر نمیکرد و بر اساس قانون بانکداری کشور نظارت از بانک های خصوصی و دولتی ای از وظایف عمده بانک مرکزی است باید از این نظارت میکرد و همه بانک های خصوصی که در افغانستان فعالیت داره ای از طریق بانک مرکزی نظارت میشه آقای جلانی به نظر شما چرا بانک مرکزی در اون مدت توجه جدی نکرده بود یا نمیکرد؟ ببینین شاید که امو ما نمیتونم که نام افراد مایجا ما تذکر بدم ولی ایده ما به اطمینان گفتم میتونم که یاکه یو دو نفر سي نفر نه بود بلکې بشتر از 21 نفر بود چې د دې قضیه داسټ او په شکل غیر قانوني پولهارا از بانک یو کشيده بودن او در خارج سرمایې گزاري او جدادو خريده بودن او حتی در قضیه کابل بانک دو دو اټبای هندستان هم دې داسټ داشتند چې درمو بخش اي تي او در بخش تخنیکی بانک کار میکدند باز اینمی افرادی که امکان داره که یا هم امی افرادی که مسئولیتی نظارت داشتن شاید یا هم پولا به دست آورده باشه و رشوه گرفته باشه و راپورهای نادرست را یا گرفتن از بانک گویا در بانک هیچ مشکلی یعنی این افراد میتونست مربوط به بانک مرکزی بشه واقعا ولی یک چیزی یک کردیده که ما با آقای کرزای میتیم با جناب زاخلوال صاحب و دلواری صاحب که او اخ رایس بانکي مرکزی بود تا 170 میلیون ډالر بازګرش صورت گرفت و درې رول مهمی را کې بازی کرد آقای زاخیروال بود چې واقعیا یې ګرول مثبتي را بازی کړ همو رولی را کې یو وزیر ماليکه باید دو بازی میکد یو رولی را کې باید اډا میکد و نو مو و نو مو رول مهمی را او وظیفه مهمی را جناب زاخیروال صاحب انجام داد همې دوسیا همو وخت بست نه کړم دوسیا همې ته باز ماند تا که متهمین ازی تا که امو افرادی که پول به سرقت بردن و پول حیف و میل کردن باید به با ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده روند محکمه کسانی که در این قضیه دست داشتند خان تا چه اندازه پیش رفته چگونه هست به نظر شما و چقدر این روند شفاف این در ابتدا این قضیه در استناف در محکمه استناف ولایت کابل ای تقریبا بیشتر از یک سال امیجا باقی مانده بود بالای کار صورت گرفت امورت ا هم ا می دو نفر اقای فیروزی و اقای مرحوم فرنودی کی ف... ف... درې قضیه یو مدهم شنهفته شون او یې به حبس تقریبا 10 سال او چند بود کی یې انم تو یک حبسه کشیدن بوله شون و چندی پيش ما از شبکای از شبکه های ټولنیز ما خبر شو دم کی اقای فرنودی فوت کړه در بکرا <applause> و ینه می قضيه به مي شکل موند او هېچ کس و انوز اي قضيه به اختتام نه رسيده او او افراد کي زورمند دي او افراد کي رابطه ګوستره ده به مقاومت دولتي داره انوز وا آزاد مې كردن او پولهم حيف او ميل كردن پولهم سير قط كردن او هېچ کس نيست کي اور هم به محكمه حاضر بسوزه بنا موضوع کابل بانک که یکی از تعهدات عمده حکومت افغانستان با جامعه جهانی مامی بود که باید که ما باید متهمینی که در قضیه کابل بانک دست داره باید دوره به با محکمه معرفی کنیم و باید ما گزارش را نشر چرا کنیم؟ تمام متهمین به محکمه معرفی نشدن که تنها آقای فرنود بر ده سال زندانی شد و بالاخره دیروز فوت شد یا درگذاشت ببینین این ای ای سوال برمیگرده به ارگان های عدلی و قضایی ای قضیه ای که مو وقت تقریبا در حدود سی و یک دوسیه بود باید ای بررسی میشد شد و درست بررسی میشد و هر فردی که در ورشکست شدن کابل بانک دست داشت باید به با محکمه معرفی میشد و جزای خود می دید اما دو نفر سه نفر اه اه تانوز اه با, با, با در محکمه مجرم شناخته شده که یکیش آقای فرنود بود و آقای فیروزی و یک نفر دیگه است فکر می کنم هر کسی که است اینمی دو نفر بود و له متحمل دیګه بيدون په با قضا نه د په محاکمه کشور به معرفي شوه ببینید ای یک قضایی یک آزمون بزرگ به دولت به دولت قانوني بود به حکومت وحدت ملی یک آزمون بزرگ اس و اره باید حل کننه حلو فصل کنن انوز ای به اختتام نرسیده انوز دوسیه بسته نشوده در همو محكمه کې فیصله کړ در حدود یې گفتن کې پنجصدوسی 1 میلون ډالر باید د قای فیریزی بپردازه و متباقی کې تقریبا 271 میلون ډالر میشه وره باید د قای فرنود مرهم فرنود باید له بپردازه انم تو یک فیصله شوهود اما ما فکر میکنیم کې درې بانک افرادی بودن کې دث داشتان و امروزه ما حتی نامهای زوره نمیبینیم د لیست ما بخاطر ازی کې ما یک وخت مسؤلیت ریاست نشرات داشتم در دا وزارت مالیه مازی همه قضیه, قضیه بسیار به درستی ما معلومات دارم بعدن که این قضیه مشکلات ایجاد شد و و, و یک بحران مالی به میان آمد و خساره از حکومت پرداخت بنان این پولی را باید به با هر شکلی که باشه به دزی افراد بازگشت صورت بگیره باید, باید گرفته شود بعدن امی شورای عالی وزیران فیصله کردند که نوی کابل بانک ایجاد شود از او که نوی کابل بانک ایجاد شد همه ساله تقریبا هر ماه ما در حدود 500 هزار دلار امریکایی ما خساره داشتیم و ما در قدم اول ما خواستیم که همی سطح خساره را ما پایین بیاریم که تا 300 هزار دلار هم رسید از او طی یک پیشنهاد وزارت مالیه را پیشنهاد نمود به به شورای عالی وزیران که از او طبق هدایت باید ای با شما در زمانی که کابل بانک با رکود مواجه شد <mumbles> دقیقا شما گفتین که مسئول مدباطی وزارت مالیه بودین شما در جریان بودین چه شد که بانک البته کابل بانک به با همچون بحران مواجه بشه؟ یعنی م... 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 در, در زمان چند فکرم سال 2006 و هفت بود که خیلی سرمایه گذاری بزرگ در این بانک صورت گرفته واقعا واكن... ببینین ای در سال 2010 با بحران مالی مواجه شد و در آن وقت کسی که رئیس بانک مرکزی بود توجه خاص نداشت و درست نظارت نکردن از بانک و بانک با مشکلات مواجه شد موضوع دوم افراد زورمندی که مقامات بودن از ای بانک به با های شیوهای مختلف و براهای مختلف یا پول کشیدن از بانک بدون از که تیکتانا را بپردازند بدون از که قرض بگیرن این را سیستم کشیدن به با هم با همکاری کارمندان بانک ا يک قذیه بود و سرقت پول صورت گرفت و بععدا سرمایه گزاری غیر قانوني برون از افغانستان وداخل افغانستان صورت گرفت و يک تعداد عن مو مشتركین بان کابل بانک و باهمكاری با 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 مقامات در خارج از کشور جایدادها خریدن در دبی سرمایه گذاری کردن جایداد خریدن در قطر خریدن در ترکیه خریدن در کشورهای آسیای مرکزی سرمایه گذاری کردن و پول به خاطر ازی که در تجارت هم خساره دیدن و ای پول با با, با, با ورشکست شدن مواجه شد و ای پول با و بانک با بحران بزرگ مالی مواجه شد بنا ان یعنی عوامل اساسی ورشکست کابل بانک بود ما اما قضیه را که ما گفتیم برمیگردیم به با موضوع که چطور بازی پس شورای عالی وزیران ایرا تصمیم گرفتن که ایرا باز واگذار میکنه به سکتور خصوصی درست است مهم. وقتی که این به سکتور خصوصی بیلان اعلان گذاشته شد دو شرکت هم وقت یادم است که یک شرکت به نام سی بی جی بود و یک رو کپیتال دو شرکت بودن که آفرای آفرهای را ایرا کردند که بسیار ارزان بود بناهن وقتی که ما امی همه مسایل وړاندیزه کړم به بشورای عالی وزیران ایراد شد او برای ما هدایت داده شد کی باید ما طرح احیای مجدد بانک نوې کابل بانک ما بسوځم درسته کی بونګ به دولت نگاه کنه بانکی کی بزرگترین بانک در سکتور بانکداری کی ما داریم در سکتور خصوصی کی ما داریم نوې کابل بانک است کی بشتر از تقریبا در حدود 116 نمندګی سرتاسره کشور داره عن بان عااساكر اردو مل معاشات لس مل ا مرا بان بسار مهما ا خانخبن شبك استخبارات ر حالا آقای زمانی که در سالهای 2010 زمانه که بانک ورشکست میشه دولت یک مقدار پول هنگفت رو وارد این بانک میکنه و با مدیریتی بانک به دست گرفتن حالا چی فکر میکنید که وضعیت کابل بانک نو چیگونه هست؟ ما یک چیزی که بارها ما این رو گفتیم و امروز بازم میگم که شاید که یک تعداد بانک نو کابل بانک هم گفای ما را بشنوه ما نتونستیم که ما نوع کابل بانک را ما مانند یک بانک ما را احیا کنیم اصلا این کار نکردیم کابل بانک بانک نیست اصلا انوزم بانک نیست فقط به سیستم ولی سیستم آی تی که دارن بهترین سیستم دارن ولی از این درست استفاده نمیشه و این بانک انوزم یک بانک است که بسیار به تنبلی پیش میره یک مدیریت بسیار ضعیف داره این بانک اصلا اگر این بانک خصوصی میشه تدابیر خاص باید در نظر گرفته شود و طبق یک پلان یک پلانی که بسیار یک پلان مؤثر یک پلان جامع به ساخته شود یک طرح جامع به ساخته شود که این پلان کمی بانک بر سکتور خصوص، به سکتور خصوصی واگذار شود ولی یک مایر یک چالش میدانم که یک چالش بزرگ است به حکمت وحدت ملی اصلا خصوصی سازی نو کابل بانک با امو شرایطی که حکومت میخواه که این را به سکتور خصوصی واگذار کنه من من به نظر من شما آقای جلانی خصوصی سازی این بانک دقیقا چقدر به سکتور خصوصی میتونه نگران کننده باشه؟ ببینید در وضعیت در, در اگر ما در اقتصاد مدرن یا اقتصاد اصری یا تجارت اصری بدون بدون نظام بانکی هیچ امکان نداره یعنی بدون نظام بانکی پیشرفته عصری وقتی که نظام بانکی یا کشور ضعیف باشه بدون شک که ما نمیتونیم که تجارت خود به شکل منظم ما پیش برده بتانیم با مشکلات مواجه میشیم یعنی در خرید و فروش مثلا اموال از کشورهای دیگر تجارت داد و ستود ما به شکل منظم وقتی که صورت نگیره تاجران افغان با مشکلات مواجه میشه بناهن ما نیاز مبرم ما یعنی ضرورت اساسی ما است که ما باید بالای سکتور بانکی باید کار بکنیم سکتور بانکی را باید اصلی بسازیم باید منظم بسازیم که این یک یک ضرورت است و ایر حکومت هم این که این یک ضرورت است خدا نخواست این نمی بانک های خصوصی دیگری را که ما داریم ما در باره, در باره امی بانک های خصوصی معلومات دارم که یک تعداد بانک ها یعنی امروزی که ما شما شاهد ازی هستیم با مشکلات مواجه هستن ولی هیچ کس نیست که راپور دقیق ازی را از ورو پوری کې په دقیقو او په ارقام او په او را په نشر برسونه او اصلا بانک مرکزیم خبر نه داره انوز ما به اونمو مينوال پیښ مریم یعنی نووري در سيستم بانکي مو هیڅ نه مده آقای جلانی زمان که کابل بانک نو از کابل بانک به کابل بانک نو نامش منتقل شد دقیقا چه تغییرات در این بانک دیده شد و شما گفتین زمانی که آقای زاخروال وزیر مالیه بودن یک مقدار پول ها دوباره بازگشت خورد دقیقا چقدر پول باید بازگشت میخورد که تا امروز نخورده بنا تقریبا 850 میلیون دلار باید بازگشت میشد که از او که از آن جمله تقریبا 170 میلیون دلار وقتی که اقای زاخیروال صاحب و دلاوري صاحب رئیس بانک مرکزی بود ای بازگشت صورت گرفته و بهترین ممیره باذحت باید به با مردمی را بگوییم که در دوران حکومت آقای کرزی یک مبارزه جدی علیه فساد صورت گرفت در میواخر ایله ما باید بپذیریم که یک دستور بزرگ بود اینم خودش یک دستور بزرگ است که هم دوسیه کابل بانک هم وقت باز ماند و بستانه شوده غبسته میشد خوې قضیه د بهختتام میرسید <تصفح> امی قضیه وختي کی باز مون انمي افراد کی دې قضیه دست داشتن او پول به سرقت بردن بنان انمي افراد است کی امروز مجازات شوهنه او امروز جزای خود میبینند ول یک تعداد افراد کی انوز اچ مور در صفه اینترنتی مثلا در صفحه شبکه های اجتماعی ما ندیدیم اصلا در امو دوسیه هایی که در دسترس لوی سارانوالی و در دسترس محکمه قرار داره باور کنین که در او اگر وقتی شما مطالعه کنین افراد دیگری هم هستن که در این قضیه دست دارن حاجلانی در پایین برنامه هستیم و خیلی بعد از درگذشت آقای فرنود قضیه با کابل بانک چگونه خواهد شد و افراد اشخاصی که تا حالا با محکمه معرفی نشدن با چه باید بشه ای همو خساره ای که از کابل بانک به با میراث مانده بود او را خو حکمت پرداخته بدون شک وقتی که اقای فرنود فوت میکنه از او جایدادهایی که در دوبی دارن از او جایدادهای که در کشورهای دیگه دارن اوره ما میتانیم که اور ما ضبت کنیم و اور با یک مقدار پول شاید بازگشت صورت بگیره ولی امکان از ای نی ست که ما همه پوله له ۵۳۱ ملیون دالر یک پول هم گفته است که امکان از این نیست من فکر نمی کنم که توانایی از یک شخص داشته باشه که بپردازه فکر می در این فقط مقصر،, مقصر فقط دو نفر مقصر نیست دی که مثلا یک رئیس بانک بود یک معاون بانک آقای فیروزی و مرحوم فرنود این دو نفر دی متهم شناخته شده باور کنین این این صافی است این فقط دو نفر نبود ما مقامات دولتی هم دی دست داشت و افراد زورمندی دیگه بود که دوست داشتن مثلا برادرش در حکمت یک, یک, یک چوکی مهم داشت او هم در بانک دست داشت علی هیچ کسی نیست که نمی موضوع رو روشن بسازه که برادر د این بانک خود فقط آقای فیروزی و فرنود نبود در این چندین تن دیگه بود که اصلا نامش هیچ گرفته نشده و این مسئله اگه ای به منوال پیش برای حل نمیشه درست است و این مسئله تا آنوز هیچ یعنی لاحل یعنی لاحل مانده هیچ حل از نیست وقتی که ما میخوایم که این مسئله را ای ما بسته کنیم باید امو پولی که حکومتی را پرداخته 850 الا 900 میلیون دلار است این پول پس باید به با خزینه دولت انتقال پیدا کنه ولی متاسفانه با مرور زمان باید وزیر مالیه باید دری مداخله میکرد که حتی آقای اکلیل حکیمی هیچ ای مداخله نکرد که این مسئله را باید حل میکرد این مسئله را باید به یک نتیجه میرسند که هیچ به نتیجه نرسید و این موضوع یعنی با گذشتن 8 سال هنوز موضوع کابل بانک حل نیست قضیه کابل بانک حل نیست دوسیه کابل بانک نهایی نشده بسته نشده بنا وقتی که آقای فرنود فوت میکنه این یک 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 ای نگرانی است و این نگرانی نه تنها به ما شماست بلکه به همه مردم کشوری ما به همه هموطنان ما این یک نگرانی است که چطور یه فوت میکنه درست است اگر کدام مرگ طبیعی باشه هم باید معلوم شود درست است امی قضیه ای که طوری که شما فرمودین در ابتدای برنامه اگر این قضیه به طبی بره و باید معلوم شود که اگر این به مرگ طبیعی فوت کرده باشه درست است ولی اگر کدام کدام در حق ازی کدام ظلم صورت گرفته باشه او هم باید روشن شود به مردم و به با مردم معلومات داده شود یک نقطه خیلی مهم است ما میگیم قضیه کابل بانک درست در این شرکت های خصوصی دست داشتن افراد زرمند دست داشتن علی امی حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای این حکومت این یک تعهد عمده که به مردم بود این موضوع کابل بانک بود بود یا نبود اینال امروز اینمی کدام گزارش نهایی را حکمت به نشر رسانده که در موضوع کابل بانک این اقدامات صورت گرفت در قضیه کابل بانک احمد محمود دهی مجرم شناخته شد و اقدر یک لیستی را باید یا به با نشر می که این افراد احمد محمود باید اقدر پول پس به با به خزینه دولت باید انتقال بته امی همه لیست را نشر میکرد و امو افرادی که جزا میدید این لیستی ازی باید نشر میشد یک گزارش نهایی انوز ما نداریم تو نیست وقتی که ما گزارش نهایی نداریم با از است که موضوع کابل بانک تا نوز حل نشده قضیه کابل بانک حل نشده که باید حل شود خیلی سپاس عبدالقادر یا آقای مسئول اقتصادی از یک شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز این بود برنامه امروز تا فردا خدا نگهدار